سلام بچه ها، چطورین؟ اومدیم یه سری خبرها در مورد نیلو محسن بدیم. میدونم که خیلی نگرانشین، هنوز تو کامنت ها و تو دایرکت ها میگین که خبری ازشون نشد، چی شد، کارشون درست نشد، کی برمیگردن. اومدیم یه آپدیت بدیم دربارش. الان بچه ها دستمون بازتر راستش، اومدم که یه سری خبر جدید هست که بهتون بگم، یه سری توضیحات جدید هست که بهتون بگم. تو ویدیو قبلی گفتم که مستقیم نگفتم، ولی گفتم که نمیتونن فعالیت کنن فعلا. بعد اینکه یه اتفاقی افتاده که ما همه شوکه شدیم، یه چیزی که الان نمیتونن بیان و نمیتونیم بگیم چیه. الان اومدیم که بهتون بگیم که چیه و دلیلش چیه. بچه راستش نیلوینا اینجا که بودن، خب نیلو اول گفته بود که من میخوام مهاجرت کنم به ترکیه و اومدم پیش ما، استوری هم گذاشت و اینا، بهتون گفت که من خیلی تو دورا قرار گرفتم، نمیدونم چیکار کنم، که یهو پیجش پرید اونجا و شما ازتون سوال شد که چی شد، حالا نیلو اینا استانبولن یا بالاخره رفتن ایران یا مهاجرت کردن. نه بچه، نیلو خب خیلی فکر کرد، اولش قصدشون مهاجرت بود، خیلی فکر کردن که اومدن اینجا که ببینن میتونن یا نه اینجا بمونن یا نه، میخواست تست کنه که اگه تونست، اگه اهل یعنی آدم مهاجرت هستن بمونه. بچه خلاصه فکرشون رو کردن، وقتی مدن اینجا شرایط سنجیدن، دیدن مثلا زیاد نمیتونن بمونن دور از ایران، دور از خانواده، کلن ایران یه جوی داره دیگه، بالاخره وطن آدمه، دوست نداره ازش جدا شه، مگه اینکه مجبور بشه آدم. آره همه نمیتونن. یه سری آدم یه سری چیزا داره تو زندگیش، دوست داره اونا رو همیشه نزدیک خودش داشته باشه. یه سری هم ولی هستن خیلی راحت میتونن بکنن و برن از ایران. آره. یعنی اصلا سختشون هم نیست، ولی اکثرا خیلی براشون سخته که از ایران جدا شه. مثلا به این فکر که اگه بیاد اینجا، خب واسه منم خیلی سخت بود. ما دیگه به خاطر ادامه فعالیتمون، یعنی خب ما جوری فعالیتمون که طبق قوانین های هر کشوری باید بدونی چه جوری داری فعالیت میکنیم، ما خب به دلیل اینکه حالا محتوامون یه جوری کلا سخته، یعنی تولید محتوا تو ایران ها کلا سخته، یعنی باید توی چارچوب خیلی ریزی باشی، یعنی خیلی سخت میشه اون قوانین اجرا کرد، راحت نیست. واسه همین دیگه ما هم خب از اولش اومدیم بیرون دیگه، گفتیم اینجا بهتره به خاطر آیندهمون، حتی آینده بچه‌مون. ولی خب نیلو فکر که بیاد اینجا باید یه سری چیزها رو خوب باید زبان یاد بگیری، بچه ها هستن، این یه چیزی که خیلی دو دل بودن به خاطر بچه ها بود، و اینکه خب خرج و مخارج یکی، اینکه الان خیلی وضعیت اقتصادی بدتر شده اینجا، واسه همین خب گفت که ما نمیتونیم دیگه، الان سنجیدیم که ما نمیتونیم، وگرنه خب دلشون خواست پیش ما باشن و اینا، واسه همین رفتن بچه ها. پس الان نیلو محسن ایرانه، یعنی مهاجرت نکردن، الان ایرانه. خیلیتون گفته بودین که خب چرا نمیریم پیش نیلو محسن، فکر کرده بودین که اینجا ولی توی خونه دیگه هستم. نه، همون موقعی که پیجش پرید چند روز بعدش رفت. حالا اصل ماجرا این نیست بچه، موضوع اصلی نیست که الان نیستن، اصل ماجرا اینه که بچه ها ببخشید آقا دارچین، ما داریم فیلم میگیریم، داریم ویدیو میگیریم آقا دارچین، چی کار میکنی؟ آره بینیشو میکنه تو چیز فیلم کرده توش. چرا فیلم میکنی؟ الان فکر کنم خوب شد، درسته؟ خلاصه داشتم میگفتم یه چیزی بگم، برگاتون میریزه بچه ها همین الان، یعنی یه چیزی میخوام بهتون بگم که دیگه میفهمین، خب یعنی همه چیو میفهمین. دلیل این که نیستن و فعالیت نمی کنن اینه که نه گوشی دارن الان، نه لپتاپ دارن و نه پیج و نه یوتیوب، هیچ اکانتی دستشون نیست الان دیگه. خودتون یعنی نمیتونم دیگه اینجا هم کامل از جزئیات بگم که چه جوری نیرو شده، ولی دیگه میفهمید دیگه شده دیگه. و اینکه یه چیزی که واسه من خیلی عجیب بود اینه که اینا هیچ مشکلی ندارن، نداشتن ویدیوهاشون، یعنی همه ویدیوهاشون اوکی بوده. آره یعنی هیچ چیزی که قوانین رو زیر پا بذارن نداشتن و نمیدونم حالا دلیلش چیه، ولی هیچی مشخص نیست، هیچی مشخص نیست. آره ولی تایم بگذره، اصلا این رفتار این کار حقشون نبود، اصلا حقشون نبود، یعنی اگه یه دلیل داشت میگفتیم خب آره شاید به خاطر این بوده، ولی اصلا هیچ دلیل موجهی نداره این کار، هیچ دلیل موجهی نداره، اصلا زبونم داره میگیره عصبی شدم.
بعد بچه ها، یعنی فشار روانی و رویی که به اینا وارد شده به نیلو خیلی، یعنی خیلی بده، یعنی یه جوری شده که شبا نمیتونه میگه بخوابم، یعنی همش کابوس میبینم، همش ترس، استرس، اینکه سردرگمن، حالا چی میشه، حالا چی میشه، تکلیفشون هم مشخص نیست. آدم اگه بدونه تکلیفش چیه مثلا یه کار دیگه میکنه، ولی اصلا نگم هیچ کس جوابگو نیست و به خاطر اینکه این اتفاق افتاده و این واقعا حقشون نیست. خب حالا من میگم اگه یه دلیل موجه داشت که بگن آقا به خاطر اینه، یعنی خیلی ها دارن فعالیت میکنن، تا خیلی ها اصلا خیلی چیزایی میذارن که میگیم که آره مثلا این چجوریه، مثلا اینا دارن فعالیت میکنن، ولی واقعا هیچ دلیلی نداشت که اینجوری بشه. واسه همین بچه ها مثلا دست خودشون نیست که بیاد، هیچ اکانتی ندارن الان و اینکه اصلا گوشی ندارن دیگه، مجبور شدن که برن گوشی بخرن. فقط الان باید زمان بگذره ببینیم چی میشه. و اینکه بدتر از اون اینکه سردرگمن، یعنی الان هیچ کس جوابگو نیست، هیچ کس نمیگه قرار آقا چی بشه فردا، اصلا چرا اینجوری شده، یعنی هیچی نمیگه، یعنی هیچی معلوم نیست. واسه همین یکی این که خیلی سردرگمنه، یکی این که خیلی بهش استرس وارد شده، شوکی که وارد شده، همیشه ترس داره. یعنی بذاری من بگم چی شد. من هر چی زنگ میزدم به گوشیش اون روز اصلا دیدم قطع میکنه، یه زنگ میزدم یه قطع میکنه، یعنی چخ نشده بود که مثلا من زنگ بزنم قطع کنه، اصلا جواب آره نمیداد، بعضی موقع کار داشت، ولی دیدم قطع میشه، هم نیلو هم محسن. من خیلی نگران شدم، اصلا سابقه نداشت که بخوان همچی کاری کنن، یعنی همیشه جواب میدادن. بعد اینه تکرار شد، من قشنگ 10 بار زنگ زدم که قطع میکرد. زنگ گفتم خب شاید حالا کار دارن و اینا، ولی خب نگرانم بودم. بعد زنگ یهو مامانم زنگ زد، جواب دادم، دیدم نیلوه با گوشی مامانم، رفته خونه بابام. گفتم که چرا قطع میکنه اینا، بعد دیدم صداش داره میلرزه، یه جوره ناراحته اینا، بعد گشک کردم که یه اتفاقی شاید افتاده. گفت که چون گوشیم دستم نیست. گفتم چی، یعنی چی گوشی دست خودت نیست؟ گفت که اینجوریه دیگه، گوشیم شده. حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم، ولی خب تا همین حد زنگه بهتون توضیح بدیم. حالا ایشالله که زودتر مشکلشون حل شه، بتونن برگردن. بچه هم دلشون خیلی تنگ شده براشون. گفتن که بهتون بگیم، منتظرشون باشین، حتما برمیگردن. ولی خب اصلا هیچی دست خودشون نیست که بگن ما این زمان برمیگردیم، هیچی دست خودشون نیست. واسه همین خیلی اعصابشون خورده، یعنی هر دفعه که زنگ میزنم میگه من اصلا از استرس نمیتونم شبا بخوابم، اصلا نمیدونم کجام، اصلا رو هوا زندگیم، اصلا نمیدونم چی قراره بشه. هیچکس جوابگو نیست، هر موقع زنگ میزنیم هیچکس جواب نمیده. فقط میتونم بگم که واقعا حقشون نبود، یعنی این رفتار حقشون نبود واقعا. همین دیگه، حالا اگه خبر جدیدی هم شد باز میام بهتون میگم، حتی براشون دعا کنید یا سریعتر مشکلشون حل شه، بیان کلی براتون ویدئوی جذاب و پر انرژی بذارن. الانم خواب ما ساعت 2-3 شبه. ولی گفتیم که بیام براتون توضیح بدم که شما با خبر بشین، از نگرانی در بیاین، یعنی آپدیت بدم. همین دیگه، منتظرشون باشین، وقتی اومدن هم حتما ازشون حمایت کنید، چون میدونم حمایت میکنید و گفتم که خیالشون راحت باشه. مرسی که ویدیو رو دیدین، مرسی که هستین، قربونتون برم، لایک هم بزنید. تا ویدیو بعدی، خدافظ.